فراخوان 650 قاضی برجسته عرب از مصر، عربستان، مراکش، لبنان، تونس و یمن به شورای امنیت ملل متحد برای محکوم کردن خاکسپاری مخفیانه شهیدان اشرف و انجام تحقیق فوری بین‌المللی. قضات عرب شامل 48 قاضی دادگاه‌های تمیز و 47 رئیس دادگاه استیناف اعلام کردند دفن مخفیانه شهدا عملی جنایتکارانه و قابل تعقیب است و بر اساس موازین قانونی و اسلامی نتیجه کالبد شکافی و تاریخ و محل دفن باید به اطلاع اولیای دم برسد. با مطلع نکردن خانواده های شهیدان، حکومت مالکی می‌خواهد دستان خون‌آلود خود را از جنایت قتل عام اشرف پاک کند. بیانیه مطبوعاتی کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر. بیش از 650 قاضی از کشورهای مصر، عربستان سعودی، مراکش، لبنان، تونس و یمن طی یک فراخوان فوری که برای دبیرکل ملل متحد ارسال شد اعلام کردند دفن مخفیانه 52 نفر از ساکنان اشرف که در تاریخ اول سپتامبر 2013 توسط نیروهای مسلح عراق و به خواست رژیم تهران با دستهای بسته با شقاوت بسیار به قتل رسیدند یک عمل بسیار جنایتکارانه است که به رغم 164 روز پیگیری نمایندگان و ساکنان لیبرتی و مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های شهیدان صورت گرفته است. بر اساس کلیه موازین قانونی، قضایی، اخلاقی و اسلامی باید نتیجه کالبد شکافی و تاریخ و محل دفن به اعضای خانواده‌ها و اولیای دم اطلاع داده شود و این حق مسلم و بدیهی آنهاست که هنگام خاکسپاری شهیدان بر مزار عزیزانشان حضور داشته باشند. مطلع نکردن اعضای خانواده‌های کشته شدگان که در کمپ لیبرتی حضور دارند و عدم اطلاع آنها از زمان و مکان دفن بدون شک مبین و اثبات کننده نیات شوم حکومت عراق است که می‌خواهد بدین وسیله دستان خون‌آلود خود و عواملش را از یک جنایت کم سابقه پاک کند. قضات برجسته عرب که در میان آنها 48 قاضی دادگاه‌های تمیز و 47 رئیس دادگاه استیناف حضور دارند، در بیانیه خود تأکید کردند از نظر قضایی این عمل جنایت محسوب می شود و قابل تعقیب و محاکمه و مجازات است و ایجاب می کند که شورای امنیت ملل متحد این پرونده را همراه با یک تحقیق مستقل و بیطرف به عهده بگیرد و حکومت عراق را به اجرای آن وادار سازد. از بین بردن دلایل و آثار جرم فقط خواست و مطلوب حکومت عراق است که این جنایت در سرزمین آن به وقوع پیوسته و مطابق کلیه قوانین و کنوانسیون‌های قضایی این حکومت مسئول است. قضات عرب در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل که نسخه آن برای دادگاه بین‌المللی لاهه نیز ارسال شده است، در چارچوب قوانین بین‌المللی یادآور شدند حکومت عراق و عواملش که در این جنایت دست داشتند باید در یک محاکمه عادلانه بین‌المللی به آن پاسخ بدهند و این حق اولیه کلیه اولیای دم است که خواستار چنین محاکمه‌ای باشند و در آن حضور داشته باشند. قضات عرب این جنایت آشکار را به شدت محکوم کردند و از دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس جمهور آمریکا و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق خواستند سکوت و مماشات را کنار بگذارند و حکومت عراق را در مورد این جنایت مشمئز کننده وادار به پاسخگویی کنند. کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر 24 فوریه 2014. تلویزیون بابلیه گفت بیش از 650 قاضی از کشورهای عربی تدفین مخفیانه 52 پیکر کشته‌های کم‌پشرف را محکوم کردند و آن را یک اقدام شرم‌آور از سوی دولت عراق برای از بین بردن آثار جنایت در قتل عام اشرف توصیف کردند. آنها در بیانیه خود از شورای امنیت خواستار محکوم کردن این اقدام ننگین و اجرای تحقیقات بیطرفانه و مجبور کردن دولت عراق به تن دادن به این تحقیقات شدند. قضات عرب تأکید کردند این اقدام یک جنایت است و مجریان باید تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. خبرگزاری اخبار عراق نیز گزارش داد بیش از 650 قاضی عرب طی بیانیه‌ای تدفین مخفیانه 52 شهید اشرف را اقدامی ننگین از سوی دولت عراق برای از بین بردن آثار جنایتش در جریان قتل عام اشرف دانستند. قضات عرب از شورای امنیت ملل متحد خواستند به تحقیقات بیطرفانه بین المللی مبادرت کند و حکومت عراق را به اجرای